پیش نویس توافقنامه صلح افغانستان، اصول رهنمودی برای دولت آینده، حکومت انتقالی و آتش بس همیشگی سه بخش بنیادین. بر اساس این طرح دولت انتقالی صلح تشکیل خواهد شد، شورای عالی فقه شکل می گیرد و کمیسیون برای تدوین قانون اساسی ایجاد می شود و پس از پایان دولت انتقالی زعیم کشور بر اساس انتخابات گزینش خواهد شد، با این قید که قرار نیست هیچ انتخابات بر بنیاد قانون اساسی فعلی برگزار شود. عملی شدن این طرح افغانستان را به کدام سو خواهد برد؟ سلام و فراخبر امشب خوش آمدید. در این باره با مهمانان بحث خواهیم کرد، آقای دکتر جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان که در استودیو حضور دارند و آقای سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان که به گونه زنده به برنامه پیوستند. مهمانان بسیار خوش آمدن. آقای گیلانی با شما آغاز بکنیم. آیا طرح تازه افغانستان را به صلح بسیار نزدیک ساخته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما، سلام به برادرم آقای مهدوی و ملت رنج دیده افغانستان. من فکر میکنم که هر طرحی که جنگ استاد کنه و خونریزی ملت افغانستان استاد شوه، این به نفع ملت افغانستان است و همه افغان ها باید از پشتیبانی کنند. امکان داره که می طرح باز نواقص خود داشته باشد، ولی به مراتب از جنگ کرده بهتر است. ولی جنگ کمرای طالب است. ما سه جنگ دیگر هم پیش روی داریم که به هیچ صورت بند نخواد شد تا که حکومت سرپرست و یا مشارکتی یا هر نامی که باشه و طالبا مشترکاً داعش، تحریک طالبای پاکستان، آزادی‌خواهای لوچ، آزادی‌خواهای ازبکستان و الاخره چچن و الغور و اینا را همشان مزید نکشیده باشن. درست. و اسلحه هایی که غیر اسلحه دارای غیر مسئول است و اونا خیلی سلانه شد. درست. آقای گیلانی، سه نقطه قوتی تر چی است به باور شما؟ من فکر میکنم که دیگراش خامو طرح‌های سابقه از قانون اساسی پیشین افغانستان گرفته شده یا از قانون اساسی فعلی، و تنها چیزی که است که انتخابات قانون اساسی نو باید تعیین کنه. امکان داره قانون اساسی نو امی اختیارات به حد و حصر که بر رئیس جمهور داده شده امکان داره اون کم باشه و انتخابات آزاد و مستقل و قبل از او اگر ظاهرا مشکل در ارتباط ما به میان آمد، امیدوار هستیم زود رفع شود. آقای دکتر مهدوی، باور شما چی است؟ چرا فکر کنیم که این طرح افغانستان و مردمانش را در آستانه رسیدن به صلح قرار داده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به بینندگان عزیز، برادرم جناب گیلانی صاحب، شما، همکاران شما. ببینید، شاید بگوییم بعد از تقریبا دو سال اندی مذاکرات بسیار فشرده بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان و همزمان با طرف های سیاسی در افغانستان به شمول حکومت و رهبران سیاسی و نزدیک شدن مواضع کشورهای منطقه، قدرت های جهانی و رهبران سیاسی، ما برای اولین بار شاهدی هستیم که یک طرحی در اختیار طرف‌های سیاسی قرار گرفته که این طرح تا حدود زیادی میتونه که، یعنی اگر بخوایم با فیصدی او را مطرح بکنیم، شاید تا 90% دیدگاه‌های بسیار از طرف‌های سیاسی را مد نظر قرار داده. حقوق مدنی، حقوق اساسی، آزادی‌های بیان، آزادی بر حال حقوق زنان و بسیاری از دستاوردها و ارزش‌های دموکراتیک و مدنی که محصول تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان در 20 سال گذشته بوده در این طرح جدید جدا رعایت شده و سر از او تاکید قرار گرفته که در هر تغییر باید این ارزش‌ها آسیب نبینه. نکته اولی است. نکته دومی است که
برای اولین بار است که ما میبینیم دولت امریکا پیش از اینکه سری طرفهای سیاسی در افغانستان به شمول طالبان حکومت و سیاسیون تاکید بکنه بسیار یک دیپلماسی و مذاکرات و لابی های فشرده سیاسی را با کشورهای منطقه و قدرت های جهانی آغاز کرده. آقای آنتونی بلینکن همونطور که در نامه شون هم هست و در خبرها هم ما شنیدیم، قبل از اینکه آقای خلیل‌زاد بیاید با تمامی مقامات کشورهای منطقه و کشورهایی که دخیل در تحولات سیاسی افغانستان صحبت کرده. درست. و ما بعد از دو سال اندیش واقعا شاهدی به وجود آمدن یک اجماع هستیم. من یک مثال خدمت شما بگویم، به عنوان مثال ایران پیش از این جدا از هر طرحی که میگفت رهبری از او در اختیار امریکایی باشه اونا حمایت نمیکنه، همکاری نمیکنه. اما شما میبینید که ایالات متحده امریکا و تیم جدید از خود انعطاف نشان میده و میگه رهبری پروسه باید در اختیار سازمان ملل متحد قرار بگیره. بله. و در کنفرانس بین المللی که بناست به عنوان کنفرانس ختم کننده بحران افغانستان و تصمیم گیری سر یک پلتفرم جدید سیاسی برگزار شود، این رهبری سازمان ملل است و نماینده های تمامی کشورها در او شرکت میکنند. ولی آقای دکتر مهدوی، دورنمایی که در ذهن شما است پس از تطبیق ایتر افغانستان با مشارکت طالب و جمهوریت که شورای عالی فقه داره، قانون اساسیش تغییر میکنه، حکومت انتقالی شکل میگیره، چطور یک افغانستان است؟ سوال بسیار خوبی بود. ببینید، ما در افغانستان تا همکنون که جمهوریت به اساس تشخیص و تعریف دکتر صاحب غنی هم فعلا جریان داره، با مشکل بسیار جدی که مواجه هستیم و کشور را به سمت بحران برده و ما را مجبور کرده بعد از 20 سال بازم سر دولت موقت بیاییم، قانون شکنی و عدم احترام به قانون اساسی افغانستان و عنوان یک میثاق ملی بوده. اگر دیدگاه های طالبان در چارچوب قانون باشه، اگر دیدگاه های طالبان واقعا بر اساس مبانی فقه اسلامی باشه و نه برداشت های شخصی و جناحی و جبهه طالبان فقط باشه، من فکر میکنم 100% مردم افغانستان مسلمان است و مشکل نداره. در اسلام اگر دقیق ما مطالبه کنیم، بسیار آزادی های مدنی و حقوق اساسی که در 20 سال بوده که در قانون اساسی ما هم بوده مورد تایید اسلام است. یعنی ما در او مشکل نداریم. مشکل ما این است که قانون اساسی رعایت نشده، قانون شکنی شده. و نکته بعدی است که ببینید، بحث هایی که در این طرح موجود است به ارتباط شورای فقه اسلامی و کل موضوعات، شما وقتی وارد جزئیات میشید میبینید همه اینها به حال در نهایت محدود میشه و محصور میشه به قانون اساسی افغانستان و او قانون اساسی در نهایت مردم افغانستان به او رأی میده و او را تایید میکنه. یعنی شما از هر زاویه‌ای که در اینجا وارد شوید، این بحث شورای فقه و تمامی موضوعات در نهایت رأی مردم و اراده مردم افغانستان است که تعیین کننده است و این بسیار یک نقطه مهم است و میتونم بگیم که خط قرمز تمام مردم افغانستان است. درست. آقای گیلانی، امیدوارم مشکل رفع شده باشه. دورنمایی که پس از تطبیق ایتر شما در ذهن دارین چی است؟ ما میخوایم تشویش مردم را از شما بپرسم. یک افغانستان بهتر یا یک افغانستان بی‌ثبات و فروپاشیده؟ یک خاطره بسیار بد ما از کنفرانس بن داریم که اونجا یک حکومت مشارکتی ساخته شد. حال بعد از 20 سال درگیری و جنگ و بدبختی ها، برای من بسیار متعجب کننده است که این چهره ها چطور باز با هم بشینن همکاری کنن. من فکر میکنم که حکومتی که ساخته میشن او باید از شخصیت هاش مطلق بی‌طرف باشه، کسایی نباشه که در این حکومت گاهی وزیر و گاهی والی و گاهی مشاور بودن و همچنان از طالبا کسی نباشه. کسایی باشن که اونا قابل قبول برای همه باشن، چهره های باشن که در حکومت هم کار نکرده باشن. در غیر از او ما با این مشکلات بسیار شدید روبرو خواهد شدیم. ما همراه آقای مهدوی هم نظر هستم که ما چون خاطرهای بد داریم، امکان برخوردهای بیره و این دشمنی ها هنوز فروکش نکرده، یقده ها هنوز موجود است. جلو از این تمام از این کار اگر گرفته نشه، و ما امیدوار هستم که ملل متحد این دفعه فقط مثل کنفرانس بنواره
فیصلش نباشه که تقسیمات چوکی ها باشه. و متاسفانه قدرت های بزرگ هر وقتی که پایشان به گل میمانه با دزو باز ملل متحد پیش میکنن، ورنه دمی طول 20 سال ما هیچ فعالیت از دفتر یونما ندیده مگری که در هر ماه لست کشته شده های ما را اعلام کردن. حالی که باز به گردن ملل متحد انداخته میشه، این یک نوع براعت است که آمریکا میخواه برای خود داشته باشه. به نظر من هر قدر عجله شوه سر از این کار، اما قدر این کار خراب میشه. و ما امیدوار هستم که اول آمریکا امرای طالبان مشکل بودن خود بعد از می حل کنن و ما به یک نتیجه برسن که در او خیر جانبین باشه. من میخوایم یک بار دیگه تاکید بکنم روی پرسشم، به دلیل از اینکه شما از عجله هم یاد کردن. در نامه آقای بلینکن به آقای غنی و آقای عبدالله از هفته ها یا ویکس یاد شده بر برگزاری نشست انقره، و در آخر نامه هم گفته شده که از آقای غنی انتظار میره که فوریت لحن مرا درک کنه. با این عجله که دیده میشه افغانستان به کدام سروان است؟ به سوی یک خانه جنگی نو، و امریکایی ها فقط خود از این خلاص میکنند. من فکر میکنم که این هفته ها را گپش نیست، یک مقدار باید برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان، برای تیرهای سیاسی، برای زینا وقت داده شود که سر زی درست فکر کنند و این طرح غنی ساخته شود و این تنها طرح آقای خلیلزاد نباشه. این طرح آقای خلیلزاد یک بار 20 سال ما را در جنجال انداخت که در بن طرح خود نشته کرده بود. این طور نیست که آقای خلیلزاد به همه چیز میفهمه و دیگه کس در افغانستان کسی نیست که بفهمه که طرح چی است و نوشته کردنش چی است. در اینجا حق تمام افغان ها است که در این باید از مشترکان امرای حکومت امی معضله را حل بسازند. ولی ایران فراموش نکنیم که آقای خلیلزاد فقط متحد المال اضافه از شمار انگشتانی امرای دیگه هیچ کس نمیبینه و اینا را القابای بسیار کلان هم میتن و اینمی اینا بدن که دمی 20 سال مشکل زا بدن و بر افغانستان بدون از خونریزی دیگه چیز ناوردن. عجله اگر کنیم ما پس به اونمو روزای 21 2001 بریم که خانه جنگی خواهد باشه. تشکر، من برمیگردم با شما. آقای دکتر مهدوی، وزیر خارجه امریکا بر برگزاری نشست ترکیه از ویکس، از هفته ها گپ زده در نامهش. فکر میکنن یا به عبارت دیگه، آیا یک شتاب عجیب نابجا و نگران کننده را نمیبینه؟ ما ببینید تحولات، سرعت تحولات سیاسی در افغانستان و متاسفانه تاثیر تحولات سیاسی سر سیاست های منطقه و خود حتی ایالات متحده آمریکا به حدی خسته کن و متاسفانه مایوس کننده بوده که همه کشورها به شمول ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که به نحو خود از این معضل نجات بده. و البته خب من فکر میکنم بعد از مدت هاست که منافع ملت افغانستان هم با این موضوع گره خورد. ملت افغانستان هم دیگه خسته شده از این جنگ 20 ساله، از این انفجار و انتحار و مخصوصا در این یک سال اخیر از این حملات هر روز انفجارهایی که وجود داره. من فکر میکنم علت اصلی عجله مقامات امریکایی است که وضعیت استیصال و درماندگی سیاسی که در افغانستان فعلا وجود داره و همه طرف ها از اون متاثر است به این زودتر نقطه پایان مانده شد و دلیل عجله را این میدانم. اما بله، موافق هستم با صحبت های برادر ما جناب گیلانی صاحب که بله، ما نباید این شتاب و عجله باعث شود که ما مجبور به اتخاذ تصمیم شیم که تصمیم باز دوباره هزینه ها و تاوان های را متوجه منافع ملی افغانستان و ثبات سیاسی افغانستان بسازه. این موافقم، اما یک نکته هم باید تاکید بکنیم که تداوم وضعیت موجود حتی یک روزش برای مردم افغانستان تاوان است. قانون شکنی، فساد، شما هر روز میبینید یک بخش کوچک از اینا به رسانه ها فقط درز میکنه. فساد بسیار گسترده جریان داره. منابع مالی ما متاسفانه تخلیه شده. قراردادهای معادن ما به منابع واحد متاسفانه داده شده، یک پیسای سنگین از افغانستان خارج شده. هرچی که ما وقت تلف بکنیم تعداد زیادتری از افغانها در اینجا قربانی میشه و منابع بیشتری از بیت المال افغانستان
غارت میشه و بی‌ثباتی سیاسی گسترش پیدا میکنه. آقای مهدوی، آیا حکومت و شخص آقای غنی در ناگزیری است برای پذیرفتن راهی که حالا ترسیم شده، امریکا ترسیم کرده، با توجه به اینکه آخر همین نامه آقای بلینکن میگه که فوریت لحن مرا درک کنن، آقای غنی در یک ناگزیری است، هیچ راه دیگه نداره؟ قطعا نمیتون است. بحث پروسه صلح افغانستان با شرایط و مکانیزم هایی که آغاز شده و شاید دقیقتر اگر بگوییم از 10 سال پیش شروع شده بود و در طول 2.5 سال اخیر شتاب بیشتری گرفت و تا حدود رسانه‌ای شد، یه به اصطلاح قطار حرکت خود آغاز کرده و متوقف نمیشه. من فکر میکنم تلاش های آقای غنی بیشتر یک نوع تلاش هاییست که بتانه طالبان را متقاعد بکنه که یک مقدار بیشتر انعطاف نشان بده. صحبت دیروز آقای غنی در پارلمان افغانستان که انتخابات و صحبت از انتخابات زودرس، من فکر میکنم در نهایت اونازمو خطوط قرمزش که هم در ارتباط با آزادی انس سقانی مطرح کرد و هم آزادی زندانیان طالبان خواهد گذشت و از همه از اون خطوط قرمز عبور کرد، چون در نهایت تصمیم گیر در از آدرس حکومت افغانستان امریکایی هاست و چیزی که اونها اراده بکنه او تعیین کننده خواهد بود. مواضع آقای غنی را من در این راستا ارزیابی میکنم که طالبان در جایی که نمیتونه به صورت مستقیم سر طالبان فشار بیاره، به نحوی یک فضایی ایجاد میکنه که آقای غنی اونجا یک مانع رو بده که باز طالبان سر امریکا سر طالبان فشار بیاره که اگر شما انعطاف نشان ندین دکتر صاحب غنی هیچ طرحی را قبول نداره و احتمال داره که حکومتش دوام بکنه. اما در نهایت آقای غنی ما باور میست که اراده ای از خود نداره و در نهایت تابع سیاست های امریکاست. از آقای غنی خواسته شده که بپیونده، یا کلمه جوین استفاده شده در این نامه، با نمایندگان دیگر جمهوری اسلامی. این جمله چی پیام داره؟ دیدگاه امریکا را نسبت به آقای غنی چطور نشان میده فکر میکنه؟ تا جایی که من معلومات دارم، مقامات امریکایی در صحبت با بسیار از رهبران ارشد سیاسی افغانستان به طور واضح گفته بودند که آقای غنی دیگر ظرفیت اداره حکومت را نداره، با توجه به فقدان مشروعیت سیاسی که وجود داره و بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان وجود داره و وضعیت مزاجی خاصی که دکتر صاحب غنی به او دچار است و تشدد و پراکندگی سیاسی که وجود داره و متاسفانه شکست های نظامی که در ولایت وجود داره، ولسوالی ها در حال سقوط است، قندار در آسان سقوط است، آقای غنی نمیتونه این وضعیت بحرانی رو مدیریت بکنه و لازم است که رهبران سیاسی در کنارشان وضعیت را تا زمانی که به یک دولت انتقالی یا حکومت موقت انتقال پیدا میکنه در کنارش مدیریت بکنه که کاملا حکومت و شیرازه های حکومت از هم نپاشه و ما با خلای قدرت مواجه نشیم. درست. در این نامه از واگرایی و چند پارچگی سیاسی یاد میشه، از نیاز بر وحدت از سال 1990 یاد شده و تاکید شده که نگذاریم فرصت کنونی سبوتاژ شود. آیا مجال بر وحدت هست هنوز یا نه؟ فضا چند قطبی خواهد شد؟ ما اگر یادتان باشه شاید از 2-3 سال پیش بر ضرورت اجماع ملی همیشه به عنوان یک آجندای اضطراری برای رسیدن به ثبات و تقویت پروسه صلح و تقویت آدرس جمهوریت همیشه حمایت میکردم. اما باور من است که اونقدر فضای بی‌اعتمادی امروز تشدید شده در افغانستان و مشخصا از آدرس آقای غنی بیشتر متاسفانه دامن زده شده که دیگه ما کدام سیاست مداری را نمیشناسم حداقل که به گفته های آقای غنی اعتماد داشته باشد. در چنین فضای بی‌اعتمادی امکان ایجاد یک اجماع ملی بسیار، اگر نگوییم غیر ممکن، بسیار دشوار است. اما امیدوار هستیم در یک صورت امکان داره، در صورتی که آقای غنی به این جنبندی نهایی برسه که دیگه چانسی برای تمدید حکومتش باقی نمانده و دو گزینه در پیش وجود دارد: ترک قدرت به صورت بسیار به هر حال با افتضاح و ترک قدرت با عزت. و وقتی به این جنبندی برسه آقای غنی شاید انتخاب کنه که حالی که مجبور به ترک قدرت هست، بهتر است این ترک یک ترک با عزت باشه و با آبرو باشه، و در اون صورت احتمال وجود داره که بقیه رهبران سیاسی به او اعتماد بکنه و ما حداقل در لحظات آخر در مرحله انتقال مسالمت آمیز قدرت شاید یک اجماع نسبی باشه. درست. آقای گیلانی، باور شما چی است؟ آیا حکومت و آقای غنی در ناگزیری است برای پذیرفتن راهی که حالا ترسیم شده و زیر فشار است، هم فشار بیرونی به ویژه امریکا و هم فشار در داخل؟
در اینجا شک نیست، این نامه آخرش اخطار مطلق است و آقای غنی قطعا باید تمکین کنه و قبول کنه. من فکر میکنم که اگر امی فشارهای که در ولایات افغانستان است و حتی در خود شهر کابل هر روز انفجارات صورت میگیره، نمی هر کدام از این چند روز عمر آقای غنی رو کوتاه میسازه. ولی دکتر صاحب غنی با تاسف که مو وعده هایی را که برای اجماع افغانستان کرده بود نساخت و امروز با این عجله که دو هفته و سه هفته باشه این ناممکن است و ملت افغانستان با یک معذله و این کلش از خودخواهی و جاه‌طلبی آقای غنی است که ملت با یک بنبست روبرو ساخته و بعد از این هر واقعی که رخ بده مسئولیتش مستقیما در گردن اونم چند نفر حکومت دارایی است که اینا در حکومت بودن و قطعا به هیچ کس عزت و حیثیت قائل نبودن بجز از خودشان. درست. با توجه به اینکه تا حال ما نشانه های مثبتی از ارگ به ویژه از آقای غنی نمیبینیم، آیا این طرح حکومت و رهبران سنتی را، سیاستگران را در دو قطب متفاوت قرار می‌ده به بار شما؟ و از جانب دیگر مفاد سیاسیون در تطبیق طرح چیست؟ ضرر حکومت چیست و مفاد یا فایده مردم چیست؟ مردم خو دیگه پشت هیچ فایده نمیگردن به جز از آتش بس. ولی در سیاسیون هم همین تفاوتی را که آقای خلیلزاد قائل شده بین چند نفر و یک اکثریت که تمام فشارش فقط سر زنمون چند نفر است، من فکر میکنم خود از یک نوع اختلاف بین افغانها پیدا کرده و این ضررش برای کل ملت افغانستان میرسه و این بار به هیچ صورت ملت افغانستان آرام نمیشینه که باز حکومت باشه که تقسیمات قدرت فقط بر 5-6 نفر باشه. درست. یک موضوع دیگه که در این نامه آقای بلینکن گفته میشه که هنوز خروج کامل نیروهای آمریکایی تا ماه می یک گزینه است و آقای بلینکن میگه نگران هستم که وضعیت بدتر شود و به بخش‌های بیشتری به جغرافیای طالبان اضافه شود. این هم فکر میکنین یک هشدار است، یک فشار است؟ یعنی خود از این نشان میده که طالب روحیه میده که شما فشارتان بیشتر بسازید. امی واقعی که امروز در مزار شریف شده و یا در دیگه نقاط افغانستان شده، خود از این یک مقدار کمرشکن شده برای حکومت افغانستان که بتانه کل گزیره مدیریت کنه و این اخطار است که طالب زمین سازی برش زیادتر میشه که فشار خود اونا در جنگ زیادتر بسازه. اگر امریکا میخواه واقعا که جنگ استاد شوه، امرای طالبا هرچی زودتر صحبت خود کنن و امریکایی ها برای یک مدتی اگر در افغانستان ماندنی هستن زمین سازی از زیر نکنن که باز رئیس جمهور ما بگه که شکر هیچ امریکایی کشته نشده و 50,000 افغان کشته شده. به این رقم دیگه باز من فکر میکنم که ما به بدبختی نو رو برو میباشم. آقای سید اسحاق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، تشکر از این که به برنامه پیوستن. آقای دکتر مهدوی، تاکید کنیم روی سود رهبران سنتی سیاستگران، زیان آقای غنی و فایده مردم افغانستان از تطبیق این طرح. یک، دوم، افغانستان و کدام سو میره؟ خب آقای غنی چوکی خود از زیست میته، اما ای که چگونه زیست میته بستی به رفتارهایش در هفته های آینده داره. میتونه این ترک چوکی یک ترک با عزت باشه و میتونه که فاجعه آمیز باشه برش. ای که افغانستان به کدام سو میره، فکر میکنم که برای مردم افغانستان اولویت به جز امنیت فعلا مهمتر نیست و یقینا وضعیت از این شرایط که فعلا وجود داره بهتر خواهد شد، اما بستگی داره به تصمیمات بعدی کشورهای همسایه، قدرت‌های جهانی و رهبران سیاسی. تشکر آقای دکتر جعفر مهدوی از حضورتان. تشکر از بیننده های فراخبر. شب بخیر.